سلام و صد سلام به دوستای خوبم برگشتم با یه ویدیو دیگه راست رو بخوای ویدیو دفعه پیش داشتم نگاه میکردم دیدم که قسمتی ویدیو نمیدم به چه علتی زد نشده احتمالا متوجه نشدم و چیز دکمه رو فشار دادم و ضبط نکرده خلاصه گفتم که این ویدیو رو درست کنم ادامه سوالات شماست تو این ویدیو به ادامه سوالاتتون جواب میدم سوالاتتون رو پرینت گرفتم که یادم نره چیزی از قلم نیفته و بهتون جواب بدم ولی قبل از هر چیز از شما خواهش میکنم که چنل من رو سابسکرایب کنید ویدیو هام رو لایک کنید چنل رو به دیگران معرفی کنید و اینکه اگر کامنتی یا چیزی سؤالی دارید در بخش کامنت ها بنویسید یا اگر مثلا شما هم ایده ای دارید الان یکی از دوستای خوبی که اینجا هستن حالا توضیح میدم یه ایده خوب یک سوال یک سوالی و جواب دادن که من میخوام با بقیه شیر کنم خلاصه اینکه بیاید به هم دیگه کمک کنیم که کار همه هم اون یعنی کارتون راحت تر بشه قبل از اینکه شروع کنم پس دوباره خواهش میکنم که چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو با دقت تماشا کنید این قسمت دو ویدیو در مورد سوالاتی هستش که در مورد پر کردن ویزای توریستی هستش برای کانادا همینطور که میدونید کانادا یه تسهیلاتی خواهد شده برای ایرانیا با توجه به شرایط تأخیر که ویزای توریستی بگیرن ویزای توریستی کانادا معمولا 6 ساله هستش و وقتی که ببخشید 5 ساله هستش و مالتیپل یعنی شما وقتی که بهتون ویزا میدن میتونید چند بار وارد کانادا بشید و خارج بشید ولی شرطش اینه که هر دفعه وقتی که شما وارد میشی 6 ماه کمتر بمونید اگه شما تصمیم تو این باشه که 6 ماه بیشتر بمونید باید از داخل خاک کانادا واسه اکستنشن اقدام کنید خب یکی یکی از افراد به اسم پدرام از من پرسیدن که آیا بدون شنگن هم تو ویزا شانسی هست یا نه ببینید خیلی هستن که ویزا میگیرن و اولین جایی که دارن میرن ترکیه هست البته خب همونطور که خودتونم میدونید از سوالتون معلومه کسایی که شنگن دارن یه مقدار شاید قبلا شانسشون بهتر بوده و, و حالا هم ممکنه در کل شانسشون بالاتر باشه علتش هم اینه که کسی که شنگن داشته و یک مسافرت خارج جور رفته و اومده به آفیسر نشون میده که من اگر این بار هم ویزای کانادا رو بگیرم مطمئنا همون جوری رفتار میکنم یعنی یک سابقه از خودش داره خب و اینکه مقداری بگراند چکش و اینا انجام شده خب چون که یادتون باشه یکی از چیزایی که واسه آفیسر خیلی مهمه اینه که آیا شما اگر ویزا بگیرید بند میگردید به کشورتون که ایران باشه یا نه خب که شما کسایی که شنگن گرفتن رفتن مسافرت اروپاشون رو برگشتن این بهترین چیزیه که آفیسر ببینه ولی الزاما داشتن شنگن گارانتی نمیکنه که شما ویزای کانادا بگیرید و نداشتن شنگن هم گارانتی یعنی به این معنا نیستش که شما ویزاتون رو نمیگیرید خب یادتون باشه درسته که این تسهیلات قائل شدن ولی تسهیلات قائل شدن برای اینکه زمان پروسس کردن رو کم کنن و پرونده ایرانی ها رو تو اولویت قرار بدن نگفتن که ما هر کی بیاد بهش چیز میدیم بگید بهش ویزا میدیم خلاصه اینکه بعد دوباره توی این ویدیو هم چر... تکرار میکنم اگر میخواهید که ویزا بگیرید مهم اینه که پرونده ای که میفرستید کامل و بدون نقص باشه ببینید دوباره تکرار میکنم اگر کانادا گفته ما تسهیلات می دیم منظورشون این نیستش که شما پرونده نقص دار ناقص بفرستید ما اوکی میکنیم زیر سیبیلی در کنیم همچین چیزی نیست افراد دیگه بودن که هم من پرسیده بودن که مثلا ما وقتی که کسی میخوایم که پول اپلیکیشن فیمو 100 دلار 185 دلار بستگی به تعداد افراد خانواده چجوری پرداخت کنیم میتونیم به این صرافی من بهتون بگم از این مسئله خبری ندارم آیا صرافی ها میتونن انجام بدن یا نه ولی شما مطمئنا ببینید وقتی که شما تصمیم میگیرید که مسئولیت قضیه با خودتون باشه و همه چی رو خودتون سفت انجام بشید و اپلای کنید اپلیکیشنتون رو پر کنید ببینید باید خودتون کرتیو باشید خودتون بتونید راه های مختلف رو پیدا کنید ببینید مثلا خیلی ها هستن مثلا ما خودمون موقع که ایران بودیم کردیت کارت که نداشتیم بالاخره دوستی آشنایی فامیلی کسی بود که برامون این پول رو پرداخت کنه حالا یا واسه این یا چیزای دیگه و ما در, در عوضش توی ایران این پول رو به اون پرداخت میکردیم چون ببینید وقتی که شما یک پرونده باز میکنید واسه اداره مهاجرت مهم اینه که شما اون هزینه رو پرداخت کنید براشون مهم این نیستش که چه کسی اون پول رو پرداخت میکنه خب و علت اینه ای که خیلی هم وکیل میگیرن اولا اینکه خب پولشو دارن کارشون راحت تره و اینکه وکیل خوب این کارا رو واسه شون انجام میده بعضی از وکیل این کارا رو انجام میدن به خاطر همینه اگه شما میخواد واسه خودتون این کار رو انجام بدید و چار پنگ هزار دلار یا بیشتر سیو بکنید اینا چیزاییه که باید انجام بدید ببینید این کار چیزی نیستش که شما یه روز بشینید یه ویدیو ببینید انجام بدید منم اگر خودم این کار رو یاد گرفتم در اثر تمرینایی بوده که انجام دادم هی hey, به هر کسی که کمک کردم اه, یه چیز جدیدتر یاد گرفتم هر فایلی که پر کردم یک مثلا یه سوال خاصتر پیدا کردم میدونید اطلاعات آدم میره بالا اه, و در ادامه این دوستی به اسم محمد حسین گفته که اول ایشون تشکر کرده خواهش میکنم نوشته برای واریز هزینه سفارت شرکت هایی هستند که پردا پرداخت ارزیو انجام میدن داخل اینترنت که سرچ کنید سایت هاشون لیست میشه پس دو سایت که تو ایران هستن و میخوان میخوام ببینن که این پرداخت رو چجوری انجام بدن میتونن این کار انجام بدن ببخشید به خاطر این سرسد چون که من الان توی قسمت بچه های مکدونالد نشستم دارم این ویدیو رو ضبط میکنم و اینجا زمین بازی داره بچه ها دارم بازی میکنن منم گفتم از این فرصت استفاده کنم حالا دیگه خودتون ببخشید به خاطر سرسد هم به سوال دوست بعدیمون و خانومی هستم به نام فاطمه خراسانی دارم میپرسن که فردی که مثلا داره ریسرچ میکنه و میخواد کنفرانسی بره یا پیپر داره آیا اون هم میتونه چیز کنه اپلای کنه و اینکه گفته که یه سوال دیگه هم ایشون پرسیده بودم من فکر کنم اون سوالم براشون پرینت گرفتم گفته بودن که در مورد ویزای تحصیلی هم بفرمایید چون انگار میشه تحصیلی هم اومد بعد انصراف داد و تبدیل کرد به ویزای کاری پس خیلی ممنون میشم که ویزای تحصیلی هم بفرمایید حتما فاطمه جون ببینید من چند تا ویدیو قبلا درست کردم برای ویزای تحصیلی کسی که میخواد با ویزای تحصیلی بره پس مطمئنا زبانش هم باید در حد قابل قبولی باشه خب شما ویدیوهای قبلی منو ببینید خب بیسیکش رو یاد بگیرید بدونید که ویزای تحصیلی چه جوری میدن ببینید یه بحثی این که وقتی که شما میخواید ویزای تحصیلی بگیرید همونطور که میدونید اول باید پذیرش بگیرید های از یک کالجی از یک دانشگاهی اول پذیرش میگیرید بعد از اینکه پذیرش گرفتی بحث ویزا یا استادی پرمیتتون مطرح میشه خب اون وقته که شما میتونید واسه استادی پرمیت اقدام کنید بعد شما این ویدیوها رو ببینید من تو همه این ویدیوها دوباره ریزورس ها رو گذاشتم ریزورس ها به انگلیسیه ولی انگلیسیش خیلی ثابته ریزورس های اداره مهاجرت هم هست و این که بهتون بگم یه ویدیو دارم به اسم ویزارد یا اینکه همون آنلاین تولی که اداره مهاجرت داره و توی دو تا ویدیو قبلی ما اگه با دقت ببینید توی یکی همین ویدیوها کاملا توضیح دادم از شما سوال میپرسه تک به تک جلو میره و از شما در آخر به شما طبق اون سوالا اگه درست جواب بدید به شما یه رفرنس کد میده و لیست مدارکی که میخواید خب اون همونطور که گفتم اون آنلاین تول یا ویزارد فقط برای کسایی نیستش که میخوام ویزای توریستی اقدام کنن برای کسایی که میخوام مهاجرتی اقدام کنن ترانزیت اقدام کنن کاری اقدام کنن استیودنت اقدام کنن یعنی اگه شما هم میخواید استودنتی اقدام کنید فیر ایناف. اوکیه همون ویزارد رو باید انجام بدید ولی سوالاشش رو باید متناسب با چی خودتون انجام بدید فقط یادتون باشه واسه یه ویزای توریستی شما از قبل باید یک چیز داشته باشید اگه میخواید ویزای توریستی بگیرید باید یک ادمیشنی داشته باشید اگه میخواید کنفرانس شرکت کنید مثلا یه پیپری دادی میخوای کنفرانسی بری این یه مسئله دیگه است میتونی اقدام کنی و بگی دوباره تو سوالاری که جواب میدی هدف اومدن تو میزنی کنفرانس شرکت در فلان کنفرانس بعد مثلا میتونی به عنوان پروف نمیدونم پیمنتی که به کنفرانس دادی ابسترکتی که دادی این چیزها رو براشون بدی و چیز کنی ویدیوهایی که مثلا چون من این ویدیو بیشتر واسه این دوست که افراد بتونن استفاده کنن قبلا من هم چند تا ویدیو به اسم ویزارد و استیودنت ویزا و شرایط دانشجو اینا آپلود کردم لطفا اونا رو ببین باز هم اگه سوالی داشتید اینجا بنویسید چون همونطور که گفتم من واقعا فرصت نمی کنم که سوالات تک به تک جواب بدم همینطور هم که میبینید الان اومدم نشستم اینجا بچه ها دارم بازی میکنم منم گفتم تون تون جواب سوالاتتون رو بدم فرد دیگه ای دوست دیگه ای به اسم The Legal Review 123 میلیون اسم جالبیه حالا نمیدم 123 میلیون از کجا آوردن پرسیدن سلام خیلی ممنون خواهش میکنم از اینکه تجربه زندگی در کانادا دارید اگر برگردی بین کانادا و استرالیا کدوم انتخاب میکنید خیلی ممنون دوست عزیزم من قبلا تجربه زندگی توی اروپا رو دارم ولی توی استرالیا زندگی نکردم ولی اون موقع که تصمیم به مهاجرت دوباره گرفتم یادم اون موقع آپشن کانادا بود واسه ما و استرالیا یعنی این دوتا کشور بودن که مهاجر پذیر بودن ولی خب با توجه به جمعی جهاد من دوباره کانادا را اخ اه چیز کردم اه انتخاب کردم دلیلاشم چند تا دلیل واسه خودم داشتم حالا هر کی بستگی داره ببینید اولا اینکه جمعیت کمش بود که به نظر من خیلی مهم بود من دوست ندارم جایی برم که خیلی جمعیت زیاد باشه ریزورس های فراوانش بود بعد اینکه دسترسی به منابع آب شیرینش بود نزدیکی و مجاورتش با کان آمریکا بود چون بالاخره چه بخوایم و آخر آمریکا قدرت برتر جهانه شما اینجا راحت میتونی بری آمریکا بیای بهترین دانشگاه بهترین آم، بهترین دانشگاه ها همه جاهای تفریح همش تو آمریکاست شما میتونی بیس زندگی تو توی کانادا بذاری از امکانات کانادا استفاده کنی تونتون بری اونجا بیای خلاصه با توجه به این اوضاع من تصمیمم به کانادا شد از انتخابی هم که کردم خیلی راضی هستم در ولی یادتون باشه من اینو قبلا هم گفتم شرایط آدم و میارهاشون با همدیگه متفاوته مثلا ممکنه من چند سال دیگه به این نتیجه برسم زندگی کردن من تو کانادا شاید خیلی خوب نباشه مجبور شم برم مثلا یه کشور دیگه میدونید آدما با توجه به شرایطی که دارن اون چیزی که براشون فیت میکنه بعد تصمیم بگیرن نه اینکه الان ترندی شده همه میرن مثلا کانادا بریم کانادا الان ترندی شده همه میرن آمریکا ما بریم آمریکا همه میرن آلمان بریم آلمان باید ببینید شرایط زندگی چجوریه میخوای مهاجرت بکنی وقتی که تصمیم به این بزرگی میخوای بگیری وقتی که داری خودتو از یه جایی که ریشه هات میکنی و میخوای بری یه جای دیگه سعی کن این قسمتش رو خوب تصمیم بگیری آیا دانشگاه خاصی میخوای بری شرکت خاصی میخوای بری کار کنی میخوای بری مثلا پیش خواهرت برادری که قبل داری ببین اینا همشون فاکتوره بعد ببینی که کدوم مثلا اصلا ممکنه شما ببینی که شرایط واسه مهاجرت کانادا درسته مثلا هنوز امتیاز مهاجرت به استرالیا نداری دیگه این چیزایی که خودتون باید تصمیم بگیرید گرچه بالاخره اینا بگم متاسفانه الان شرایط ایران یک جوری شده متاسفانه که الان تقریبا هر جا بری استاندارد زندگی از ایران بالاتره یعنی متاسفانه دیگه و حتی توی آیندم به نظر نمیاد که شرایط ایران بهتر از اینی که هست بشه پس مطمئنا چه شما ببین اگر فقط بحثت اینه لول زندگی رو عوض کنی آلمان بری حتی اروپای شرقی بری آمریکا بری استرالیا بری متاسفانه میگم اینجوری شده وضع ایران یعنی یک چیزی شده همین که از ایران بیای بیرون یک الان اینجوری شده که یه پیروزی حساب میشه وگرنه کدوم کشوریه که انقدر کرلس باشه که تمام جوانای تحصیل کرده تمام افراد با تجربهش دارن میان بیرون چون اینا همه در حقیقت ترژر یعنی اینا گنجای یک جامعه هستن حالا بگذاریم کیوان نوبخت از من پرسیدن که بعد از نوشتن نام به انگلیسی هر چی سعی میکنم برخی از حروف فایسی تایپ نمیشه کپی از جای دیگه هم نمیتونم بکنم شما چجوری نوشتی و کپی کردی آقای کیوان عزیز اینا دیگه بستگی به مهارت های کامپیوتری شما داره من این کارو کردم خیلی از دوستای دیگم کردن دیگه خودتون باید امتحان بکنید این یعنی دیگه ببینید این چیزایی نیستش که سوالاتی نیستش که من بتونم بهتون کمک کنم سیوش کنید ببندید دوباره باز کنید ترای کنید ترای کنید تا جوابتون اینا تکنیکال پرابلم خودتونه دوست دیگه ای به اسم لاجر ریجن پرسیدن که من 17 سالمه میتونم یا نه ببینید خیلی از دوستا هستن که در مورد سن و سالشون و اینکه آیا میتونم مهاجرت کنن سال کردن خب ببینید اداره مهاجرت خصوصا ما الان دیاتون باشه الان فوکسمون روی ویزای توریستی شیش ماه هست برای اونا معنی نداره که شما 17 سالته 30 سالته 25 سالته 50 سالته 70 سالته از لانگ است که یک پرونده ناقص و بدون عیب بهشون میدی دلایل محکم داری بهت ویزا میدن فقط بحث اینه که وقتی که طرف بالای 18 سالشه احتیاج به قیم یا کسی که ازش مثلا چی کنه نداره چون فرد ادالت محسوب میشه ولی وقتی که یک نفر 17 سالشه شخص 17 ساله از نظر اینا هنوز احتیاج به قیم یا کاستدی داره خب یعنی شما وقتی که به عنوان یک بچه داریم میای اینجا 17 سال بچه حساب میشه دیگه منظورم این که ادالت نیستش من زمینه وقتی که داریم میای اینجا فردی تو اینجا باید مثلا به که من قیمش هستم وقتی که بیاد اینجا من ازش نگهداری میکنم کاراشو مثلا ردیف میکنم پیش من میمونه کیست از این جهت حساسه وگرنه اینکه آیا بهت ویزا بدن ندن آره ممکن اصلا به یاد بچه دوازه سالم ویزا بدن چون دلایل درسته مثلا الان خیلی ها هستن دوست من اولا که خیلی خوبه که از الان به این فکری عالیه اگر واقعا تصمیمت اینه که مهاجرت کنی الان بهترین زمانه واسه واقعا اگه تصمیم داری مهاجرت کنی بهترین کاری که واسه خودت میخوای بکنی اینه که زبان یاد بگیری و اینکه اسکیل یاد بگیری مهارت یاد بگیر خب و مطمئن باش که تو خیلی زود میتونی بیا خب اینم بهت بگم سن و سالت اصلا مشکلی نیست الان خیلی ها هستن خیلی ها هستن که الان از ایران اونا که حالا شرایطشون یه ذره مساعد تره واسه دبیرستان هستن میان اینجا واسه ای ر... از مثلا حالا ما سیستم راهنمایی بودیم نمیدونم الان شما چه سیستمی داری ما راهنمایی راهنمایی می‌خوندیم بعد دبیرستان میخوندیم. مثلا اینا از راهنماییشون میان از اول دبیرستانشون میان اینجا که اینجا درس بخونن اینجا دانشگاه برن پس بنابراین سن و سال اصلا برات مهم نی دوست من اگر میخوای چیز کنی میخوای تصمیمت اینه آفرین خیلی خوبه که شخصی تو سن و سال شما انقدر خوب و قشنگ میتونه تصمیم بگیره برای آیندهش میخواد پلان کنه تو زبان یاد بگیر اسکیل یاد بگیر سعی کن این چیزا رو آماده داشته باشی خیلی راحت میتونی موفق بشی دوست دیگه ای پرسیدم به اسم رضا قلیزاده سلام آیا با کار جنرال میشه اقامت گرفت یا نه خب ببینید ما یه بحث ویزا گرفتن داریم یه بحث اقامت گرفتن داریم یه بحث سیتیزن شدن داریم شما میخوای بیای اینجا با ویزای توریستی خب فرض کن اومدی اینجا بعد تبدیل میکنی به ویزای کار طبق همین تسهیلاتی که فعلا دادن خب حالا میخوای کار جنرال بکنی بله چرا که نشه اونا اصلا بحثشون این نیست که حتما ما فقط به دکترا میایم پی آر میدیم نه همچین کسی نیست. اصلا شما فرض کن شما میای اینجا خب میای اینجا فرض کن پی آری خب پی آری با اقامت می آی اینجا حتی اگه کار نکنی بعد سه سال شما میتونی شی اونا ازت انتظار نه ندارن کار کنی حالا فرض کن شما میای اینجا با ویزای کار میای الان خیلی ها هستم مثلا از کشورهای فیلیپین و اینا که میان اینجا ببخشید یه صدای من یه لحظه الان خیلی از کسایی هستن که کشورهای دیگه برای ویزای کار میان اینجا مثلا بهتون بگم مثلا افراد که فیلیپین میان واسه همین کار تو مکدونالد میان کار تو والمارت میان کارهای جنرال دارن میان خب یا اینکه مثلا اینجا افرادی که مثلا حالا وضعشون بهتره پرستار بچه میخوان پرستاره بچه فیلیپین میان چون فیلیپین ها آدمایی هستن که خیلی نرمن راحتن ایزی گوینگن و اینا بعد و این که خب رپیوتیشن خوبی دارن یا مثلا این هم بهتون بگم مثلا اینجا آلبرتا خب میدونید که قطب دامپروریه و یه عالمه مثلا کارخونه های گوشت و اینا وجود داره اطراف مثلا چند تا شهر هست مثلا مثل بروکس و اینا حالا با کلگری فاصله دارن خب اونجاها یک عالمه نیروی کار میگیرن خب از خارج از کشور از اتیوپی اریتریه الان این دوتا کشور خیلی زیادن که مثلا واسه این کارگاه های گوشت میرن با ویزای کار میان کارشون هم اینه گوشت و بسته بندی میکنن کات میکنن این کار رو میکنن یعنی اسکیله خیلی خاصی نی ولی خب به هر حال نیروی کارشون اینجا لازمه یا مثلا خیلی هستن که اینجا توی فصل چه میگن توی فصلای فکر کنم برداشت بهش میگن درست میگم یعنی مثلا میوه که در مده میخوان بکنن خیلی ها اون موقع میان مثلا ویزای کار موقت میگیرن مثلا میان داسه یه میوه چیدن کمک میکنن پس بنابراین خصوصا اینکه خدا رو شک این چیزی که الان تحصیلات که گوشتن گفتن اوپن کار اوپن کار پرمیت ببخشید اوپن ورک پرمیت یعنی نگفتن که نمیدونم کار خاصی باشه این خیلی خوبه اوپن کار اوپن ورک پرمیت یعنی که شما میتونی تو مکدونات کار کنی تو والمارت کار کنی تو شرکت مهندسی کار کنی پزشک باشی مثلا حالا پزشک بالاخره نمیتونه بلا فاصله بیاد اینجا کار کنه بعد یه امتحاناتی بده یعنی هر کاری خب این چیزش خوبه آقای به اسم مهدی موسوی گفتن که سلام خیلی ممنونم از زحمتی که کشیدی خواهش میکنم 33 سالمه کارمند نیستم فیش حقوق و بیمه هم ندارم اما تمکن مالی دارم ملک به نامم هست چقدر امکان داره به هم ویزای توریستی بدن و سوال بعدی آیا بدون سفر به حوزه شینگر هم میتونم مستقیم برای کانادا اقدام کنم یا شانسمون خیلی کمه در مورد سوال دومتون که قبلا توضیح دادم در مورد اول این ویدیو توضیح دادم میتونید اینو دوباره گوش بدید و اینکه 33 سالتونه کارمند نیستید احتمالا کار آزاد دارید من یعنی اینجوری برداشت میکنم خب ببینید بیمم که ندارید فیش حقوقی هم ندارید اما تمکن مالی دارید خب ملک هم به اسمتون ببینید وقتی که ملک به اسمتونه چون ببینید دو تا بسته وقتی که ویزا توریستی اپلای میکنید دو تا چیز خیلی مهمه یکی این که آفیسر به این معنی برسه که شما فقط داریم میای واسه یه توریستی نمیخوای مثلا از قبل مثلا این پلن نده بیا اینجا بمونی خب حالا به هر علتی اینا اینجوریه باید ثابت کنی من میام اینجا چیزه مثلا دو ماه میمونم بعد میگردم حالا ویزا رو بهت دادم به جای دو ماه هستم میتونی شش ماه بمونی بعد دو ماه مثلا بیا اینجا ویزیتوریتو تبدیل کنی به کار ویزیتوریتو تبدیل کنی به استیودنت اونش مسئله نیست ولی وقتی که شما خصوصا اولین بار داری ویزا رو میفرستی اپلیکیشن تو میفرستی اون براش مهمه که ببینی شما باید یک پیوندی یک وابستگی با ایران ثابت کنی واسه ای آفیسه که اون آفیسر بدونه شما بعد از اینکه چی بشه به خاطر اون وابستگی برمیگردی حالا یکی وابستگی چیه فرد ممکنه تو ایران ملک و املاک داشته باشه به خاطر همینه میاد سنداشو ترجمه می میکنه میذاره اینجا میگه بابا من این همه ملک و املاک و ماشین و زمین و اینا دارم به خاطر اینام شده بند یا ف... طرف اه... کارمندی شرکتیه خب میگه ببین من الان کارمند این شرکتم اه... مثلا شرکت نفت کار میکنم الان یه ماه میخوام مرخصی بگم بیام اینجا ببینم برگردم خب اه... این خیلی قابل قبله طرف دانشجوه می ببین من دو سال درس خوندم الان تابستون نمیخوام میخوام بیام این نشون میده که این طرف ببینی صد درصد نی آفیسرم مطمئنا خودش میدونه که بالاخره خیلی از این کسایی که ویزای توریستی میگیرن میان خصوصا با این تسهیلات جدیدی گشتن تو سرشون یه چیز دیگه است ولی به هر حال یک از چیزایی که اونا میخوان اینه و یک چیزی به کار کلی بگم چون خیلی ازتون میپرسن شانس من چقدره اپلای بکنم یا نکنم من اصلا تو موقعیتی نیستم که همچین چیزی رو به کسی سفارش بکنم یعنی حتی اگه خواهر برادر خودم هم باشه من اصلا نمیتونم بهش بگم که آیا بهت ویزا میدن یا نه من اطلاعات خودم رو در اختیار شما قرار میدم اینجا هستیم با همدیگه اطلاعاتمون رو شیر میکنیم هدفمون اینه که شانسمون رو ببریم بالا ولی هیچی به من معنی گارانتی نی حتی شما وقتی که مهاجرت اقدام میکنی امتیازشو میاری فایلاتو میفرستی بازم آخرش یک کوچولو اونجا نوشته این به معنی این نیستش که ما به شما مطمئنا گارانتی میکنیم که مهاجرت میدیم و شما اگه تاریخ مثلا کانادا دیده باشید حتی تو همین چند سال اخیر تو ده سال اخیر بارها و بارها شده پرونده ها رو اصلا بکلاک بوده به جای اینکه چیکار پرونده های که همه طرف زبانش رو داده مدارکش آماده بوده سابمیت کرده همه رو پس دادن ببین پس شما نمیتونی از هیچ کی گارانتی بگیری چه برسه به من من اولا که آفیسر نیستم تنها راهش اینه که اگه میخوای شانس تو امتحان کنی یک پرونده کامل رو بدون نقص درست کنی تا اونجا که میشه هر کدوم رو در حد پرفکت بکنی یعنی جایی نذاری و تنها راهش هم اینه که گفتم دیگه اپلای بکنی اپلای بکنی جواب تو آفیسر میده مگهتون باشه خیلی فاکتورا هست حالا علاوه بر پرونده مهمه و نمیدونم چیزا بعضی اوقات مثلا ظرفیت ها مهمه میدونی مثلا پیش خودشون ببینید حتی تو این قانون جدید گفتن تا فوریه 2024 اما گفتن تا فوریه 2024 خیلی ها اینو نمیگن فوریه 2024 یا زمانی که مثلا تصمیممون عوض بشه ممکنه دو هفته دیگه تصمیمشون عوض بشه اصلا این قانون رو بردارن خب اینم در نظر بگیرید پس من اصلا تو موقعیتی نیستم مطمئن باشید م... وکیلام حتی شما پیش وکیلم برید هیچ وکیلی صد درصد براتون نمیتونه گارانتی کنه خب میگه که شان اگرم بگه یه ذره به نظر من آن میتونه بهت بگه شانست خیلی بالاست شانست مثلا در مقایسه با فایلایی که من گرفتم خیلی بالاست و این نمیتونه بگه صد درصد میگیری خب نمیخوام ویدیو خیلی طولانی بشه یه سوال دیگر هم جواب میدم امیدوارم کسایی که این سوال رو پرسیدن حالا این ویدیو ها رو ببینن حتی وقتی که من میذارم بیهوده نرفته باشه بقیه هم اگه کامنتی بعد از دیدن این ویدیو سوال بیشتری داشتی دوباره کامنت بذاری تو قسمت سوم جواب میدم آقای به اسم رضا افشاری گفتن که سفر خارجی نداشته باشیم شانسی برای ویزای توریستی داریم یا نه اصلا ربطی نداره دوست من من خودم واسه خیلی اپلای کردم که اولین سفر خارجیشون همینجا بوده و حتی واسه کل خانوادهشون گرفتم مثلا زن و شوهر جوون بودن حتی با بچه های کوچیک اومدن میگم که حتی تو موقعی الان نه، موقعی که سخت گرفتن فقط مثلا خیلی وقتا من خدا شکر کسایی که کمک کردمشون تقریبا میشه گفت همشون ویزاشون گرفتن علتش هم این بوده که من وقتی که میخوام یه فایلی رو سابمیت بکنم یه پرونده رو سابمیت کنم خودم رو جای آفیسر میذارم ببینید شما به عنوان یه آفیسر فرض کنید طرفو نمیشناسی که نمیدونی مرد زن قیافش چجوریه خب فقط ده تا برگه میزنن جلود از داخل این چند تا برگه اسمشو میبینی بعد جنسیتشو میبینی یه سری اطلاعاته اون فرد به عنوان آفیسه اولا که بعد مطمئن شه که این اطلاعات درسته خب این که یه مسئله است ثانیه این که ببینه که تناقضی نداشته باشه این مسئله دومه سالسن بعدم بیاد بعد ببینه که خب حالا ش... فرض کن من روزی 100 تا پرونده رو دارم می‌بینم میگه قرارم نیست به هر صد نفری که پروندهشون کامله که ویزا بدم خب بالاخره یه ظرفیتای وجود داره درسته که ممکنه پابلیکلی نیام بگن که اینقدر ظرفیت وجود داره ولی مثلا بهشون میگم 20 درصد قراره 20 درصد کسایی که کاملا قراره ویزا بدن از اون 20 درصد اینکه بعضیا خیلی اوقات میگن که چرا الکی گیر میدن گیر الکی نی مثلا طرف میاد می‌بینه می‌بینه که شما خب یه نفر هست خب کارمنده بعد کاملا توی دعوتنامه داره خب و کاملا هم توضیح داده اصلا دعوتنامه هم نداشته باشه راست بخوای من کسایی که کمک کردم خیلیشون دعوتنامه نداشتن همینطوری بودن اتفاقا کیسایی بودن که میگفتن که ما میترسیم مثلا چیکار کنیم بکنیم نکنیم و اینا گفتم که همین چیزی که به شما گودم. گفتم گفتم بعد ترای کنی یه فایل بینقص نقص بدی دیگه اون میره دست آفیسه ولی کاملا سعی کردم توی کاورلتر توی بخش های دیگه براشون توضیح بدم که این یه فردیه یه اطلاعات خیلی م... م... یعنی طرف به عنوان آفیسه یه تصویر ذهنی از فردی که میخواد و هدفش پیدا کنه آره این طرف کارمند ازدواج کرده یه زن و بچه داره خب مثلا خانومشم کارمنده الان وضعیت مالیشون حدودا اینجوره حالا تصمیم گرفتن بیان کانادا خب کانادا میخوام بیان از چه تاریخی تا چه تاریخی خب اینم اینجا ذکر شده خب میخوام بیان اینجا کسی که آشنا ندارن پس کجا میخوام بمونن خب این خیلی مهمه طرف توی اون کارولترش اگه زرنگ باشه توضیح میده من وقتی که میام میخوام برم تورنتو یه هفته تورنتو بمونم اونجا رو ویزیت کنم بعد کجا میخوای بمونی کدوم هتل میخوای بمونی بعد یکی از چیزایی که میتونه کمکتون کنه خصوصا شماهایی که دعوت نامه ندارید یا اینکه کس و کاری یا مثلا اینجا نداری فقط میخواید بگی توریستی میاد مثلا میتونی چه میدونم بوکینگ هتلتونشون نشون بدی یه مثلا حتی میتونی بگی آره من اینو چک کردم این هتل این هتل به اون جایی که میخوام برم خیلی نزدیکه هزینه هاش چی میخوام اینجا رو بکنم خب ببین قشنگ که خودت باید این استپا رو بری جلو خب چون اون آفیسه بهتون بگم نه نمیدونم نه مادر کشتگی با من داره نه مادر کشتگی با برادرم با خاله من با هیچ نداره اون فقط داره کارشو انجام میده بر اساس اطلاعاتی که شما بهش شما بهش امیدوارم این اطلاعات و این سوالایی که جواب دادم به دردتون بخوره ازتون خواهش میکنم دوباره که لطفاً چنل من رو سابسکرایب کنید چون باعث دلگرمی من میشه همینطور که گفتم حدود 67 درصد 70 درصد کسایی که چنل رو استفاده میکنن متاسفانه سابسکرایب نمیکنن ولی خیلی خوب میشه که حالا اگر یه چیزی هم استفاده میکنیم سابسکرایبش هم بکنیم چون این هم باعث میشه من و اگر ویدیوی آپلود میکنم شما زودتر مطلع میشید خب زودتر از اخبارها مطلع مختل... میشید دوباره تکرار میکنم اگر سوالی دارید توی بخش کامنت بنویسید سوالاتتون رو خیلی جنرال ننویسید من اینو چیکارش باید بکنم من اصلا نمیدونم شما در مورد کدوم فرم داری صحبت میکنی کدوم سوالش داری صحبت میکنی سوالاتتون رو سعی کنید خاص بنویسید در ضمن من اطلاعاتم رو با کسی شیر نمی کنم تنها کانال ارتباطی من با شما همینه میتونید سوالاتتون رو اینجا بذارید درخواست اینا نکنید که من واتساپ بدم شماره تلفن بدم دعوت نامه بدم من هیچ این کارا رو نمی کنم و اینکه گفتمم تا اون جایی که بتونم تلاشم میکنم کمکتون کنم که بتونید از این فرصت به دست اومده حد اکثر تلاشتون. حد اکثر استفاده رو بکنید تا ویدیو بعدی خوش باشید نوروزتون دوباره پیروز